مهمه، آخه ما عادتمون انتخاب هم بکنیم به اینجه اون بخش که ما لازم میبینیم تجربه میکنیم و بقیه واقعیت انظر ما مطلب. آقای خلاصه چند خبر این ساعت. با شدت گرفتن نگرانی از اقدام‌های هسته‌ای اخیر ایران، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز به تهران می‌رود. سفر رافائل گروسی در حالی صورت می‌گیرد که ایران گفته از سه روز دیگر بازرسی‌های فوری از تأسیسات مورد نظر آژانس را ممنوع می‌کند. ایران می‌گوید که آمریکا باید هر چه زودتر همه تحریم‌ها را لغو کند تا دوباره اجرای کامل تعهداتش در توافق هسته‌ای را از سر بگیرد. در ایران ستاد ملی مقابله با کرونا هشدار داده که اگر موج چهارم شیوع این ویروس آغاز شود، محدودیت رفت و آمد میان شهرها برقرار خواهد شد. همزمان رئیس جمهوری ایران گفته یک سال پیش وقتی برای اولین بار ویروس کرونا در این کشور ثابت شد، نزدیک انتخابات بود و بعضی شک داشتند که این خبر اعلام شود یا نه، اما او دستور داد که ماجرا فوراً به اطلاع مردم برسد. امروز صبح در انفجارهای جداگانه در کابل دست کم 5 نفر کشته شدند. خلیل در صوفی، معاون اجرایی حزب وحدت اسلامی که لحظاتی پیش از انفجار از اتومبیلش پیاده شده بود، میگوید هدف یکی از این انفجارها که به وسیله بمب‌های چسبنده به خودروها صورت گرفت، خود او بوده. هنوز هیچ گروهی مسئولیت انفجارهای امروز را به عهده نگرفته. در ماه‌های اخیر قتل‌های هدفمند به خصوص در شهرهای بزرگ افغانستان بیشتر شده. این بود خلاصه خبرها. برنامه بعدی خبر بی بی سی فارسی تا نیم ساعت دیگر شروع می شود. قبل از آن عشاق نامدار قرن بیستم.